गवा से यार तू मेरे इश्क दा निकले आ बेवफा तू अखा किसे होर नाल लाया सदा मैं मन या तू मेरा ते मैं तेरिया हुन दस मैं कि वे वंडा अपनी जिंद जानिया आलो پسر عزیزم جاوید جاوید بس این تصادف کرده عروستون که به هوش اومده ولی پسرتون در اثر داروها هنوزم بیهوشه عروس؟ ببخشید آقای دکتر احتمالاً دارین اشتباه میکنین آره چون ما عروس نداریم پسرمون هنوز ازدواج نکرده وسیم جاوید مگه پسر شما نیست؟ آره اسمش که همینه آره وسیم جاوید خودش اطلاعاتشو به همون داده که ایشل همسر ایشونه شاید پسرتون بدون اطلاع شما ازدواج کرده باشه اون دختره یه نحس کجاست من نمیذارم اون پسرمو ازم بگیره جاوید لطفا ما تو بیمارستانیم اینجا نمایش بپا نکن وقتی مامان منو قبول کرده پس ایشون چه اعتراضی داره ممکنه که اون از من عصبانی باشه چون وقتی این تصمیم بزرگو گرفتم باشون مشورت نکردم پس وسیم تو میتونی بهشون بگی که ما مجبور شدیم ازدواج کنیم اگه خانواده من نمیخواست منو به یکی دیگه بده خب ما فرصت داشتیم و این کار انجام نمیدادیم تو نگران نباش زمان همه چی رو خود به خود درست میکنه بابا هم به مرور زمان عادت میکنه تو از مامان هیچ شکایتی نداری نه؟ میدونی که اون خیلی روشن فکره ولی من هیچ وقت ایشونو تو خونه ندیدم و بابا همیشه تو خونه هست میخوام از پیش چشممون دور شم راستش بابا همه یه کار و بارا به من سپرده دیگه میخواد تو این سن و سال از زندگی لذت ببره با اینکه بهش گفتم بعضی وقتا به شرکت یه سری بزنه اما اون هیچ وقت تو اینجا نشستی؟ دو روزه که عصبانیت تموم نشده هیچ فایده ای هم نداره مثل من دلتو بزرگ کن ایشلو قبول کن بالاخره اون انتخاب پسرمونه تو اونو قبول کردی نه من اون هم برای پسرم بچگونه هم برای این خونه لطفاً تلاش کن که بفهمی جاوید ما که در هر صورت میخواستیم که وسیم ازدواج کنه مگه نمیخواستیم خب خدا رو شکر که اون با یه دختر تحصیل کرده و خوشگل ازدواج کرده اون انتخاب وسیمه نه انتخاب من دختر جمال رو برای این خونه انتخاب کردم عروس این خونه بودن لیاقت اون دختره همسر وسیم باید به انتخاب خودش باشه نه به انتخاب تو یا من ولی اصل و نسب و خانواده هم مهمه مگه نه اون دختری که از خونه فرار کرده و ازدواج کنه میتونه هر کسی رو فریب بده همچنین دختری رو به عنوان عروس قبول کنم جاوید با این لجبازی بیدلیلت پسرمون از دستمون میره ها من همین یه پسر رو دارم نمیخوام که اون ما رو ول کنه و بره تو باهاش حرف زدی؟ اون میدونه که به خاطر ازدواجش چقدر عصبانیم؟ آره و اون به هیچ وجه نمیخواد و حاضر نیست که از ایشل دست برداره و ولش کنه 5 ساله که اونا همدیگر رو دوست دارن و حالا از ازدواجشون حتی 10 روز هم نگذشته تو این مدت کم حال و هوایی همسرش تو سرش و حتی حرف درست رو از آدم نمیتونه بفهمه با همه اینا اون دختر رو به عنوان عروس قبول ندارم بهش بگو
که با احترام از این خونه بره بیرون. این نگرانی داره منو میخوره که فردا وقتی تو شرکتن من چی کار کنم. ایشه لطفاً از این حرفا نزن، بابا خیلی صمیمی و مهربونه. یه چند روزی عصبانی هست ولی بعدش عصبانیتش از بین میره و همه چی عادی میشه. بعدن میفهمی که بهتر از اون نیست. حالا برو حاضر شو، بابا گفته واسه شام منتظره. بس الان ممکنه منتظرمون باشه. چی شده؟ چی شده؟ اون چی شده؟ اون مارمولک. والا زنای امروزی از مارمولک بیشتر از شوهرشون میترسن. دورش میکنم. سلام بابا. شما هنوز شروع نکردین؟ پسرم من منتظر تو بودم. بشین. بسم الله بگو. مامان هنوز نیومده؟ نه، اون امشب تو انجمنش انتخابات داشته و شامشو همونجا خورده. شاید واسه همینه که اینقدر سالمه. به شما هم میگم خودتونو مشغول کنین، ظرف یه ماه شما هم لاغر میشین. تو یه نفر از همسن و سالای منو نشون بده که مثل من خوشندام باشه. اینو که درست میگین، مثل بابای من جذاب و خوشتیب هیچ وقت پیدا نمیشه. سلام علیکم بابا. من اومدم اینجا شام بخورم، نه اینکه اعصابم رو خرد کنم. بابا لطفا. چرا به خاطر اشتباه من ایشل رو تنبیه میکنی؟ اون انتخاب منه. باشه، تنبیهش نمی کنم. پس اگه تو به فکر خوشحالی منی و رضایت من برات مهمه، همین الان این دختر رو طلاقش بده. ازدواج تو با رضایت من انجام میشه. بابا چتون شده؟ موضوع به این بزرگی جلو روش گفتین؟ معلوم نیست چقدر ناراحت شده. و من که ناراحت شدم اصلاً برات مهم نیست؟ اونی برات مهمه که تازه چند روز اومده توی زندگیت؟ و نیازی نیست که منو با اون رو در رو کنی. من بمیرم هم این دختر رو قبول نمی کنم. به مادرت گفتم، تو هم بشنو، من نمیذارم که این دختر توی این خونه زندگی کنه. به هیچ وجه. بابا خواهش میکنم گوش کنیم. من بدون تو میمیرم بسی. توی زندگی من زن دومی نمیادی شل، حتی اگه بابام از خونه بیرونم کنه. اما چرا بابا با همون این کارو میکنه؟ من میخوام با احترام زندگی کنم. تو توی این خونه با احترام زندگی میکنی؟ چرا الکی خودتو ناراحت میکنی ایشل؟ من کنارتم. پس من همه چیمو ول کردم. من راه دیگه این ندارم. اگه دوباره برگردم داداشم در جا منو میکشه. من بیشتر از زندگیم عشق تو برام با ارزشه. من در هر صورتی میخوام توی خونه کنار تو باشم. به هم اعتماد کن ایشل. حالا که عاشق شدیم نمیذاریم این عشقو ازمون بگیرن. عشق به چه امتحانی تبدیل شده؟ حالا که عشقو به دست آوردی باید در برابر همه چی ازش محافظت کنی. من که گفتم میخوام همیشه کنار تو بمونم تو این خونه. برای من راه دومی وجود نداره. تو از اینجا هیچ جایی نمیری. به هم اعتماد کن.
این طرز آرایش کردن و به خودت رسیدن چه فایده ای داره؟ یه چیزی رو یادت باشه، من نمیذارم تو خیلی تو زندگی وسیم بمونی، واسه همین بهتره که این خونه رو ول کنی و از اینجا بری بدون آبروریزی. ببین، مشکل اینجاست که مادر شوهرت که تو رو قبول کرده هیچ وقت اینجا نیستش، اما پدر شوهرت که دوستت نداره همش توی خونه است. وسیم منو خیلی دوست داره، من میتونم شرایطش رو درک کنم، اون به خاطر من نمیتونه تو روی باباش وایسه. لطفا شرایط منو درک کن، من فقط همینجا رو دارم، اگه این خونه و وسیمم از دست بره من دیگه جایی ندارم، باید مستقیم برم قبرستون. یادت نره محبت و توجه میتونه سنگم آب کنه. باید تلاش کنی دل پدر شوهرتو به دست بیاری. تو همیشه مراقبش باش، اگرم حرفی زد تو ساکت باش و حرفشو گوش کن. یه روز بالاخره از این کارش پشیمون میشه. اون حتی نمیخواد منو ببینه. دل به دست آوردن آسون نیست، اما محبت جادو میکنه. کافیه به حرفم گوش کنی و خودت ببینی، باور کن همه چی درست میشه. دارم راست میگم؟ تو شرایط منو درک نمی کنی. بابا با وسیم خیلی خوبه، اما ببین اون هر جوری که هست تو یه سلاح پرقدرت داری که اونم محبته. ایشل من دلم روشنه، تو خیلی زود میتونی دل پدر شوهرتو به دست بیاری، مطمئنم درست میشه. به هر حال ولش کن، بریم داخل. بریم. گوش کن ایشل، بابا یه کمی کسالت داره، اگه کاری نداری براش یه لیوان شیر گرم ببر. راستش مامان خونه نیست و شاید یکم دیر بیاد، اون امشب تو انجمن مراسم داره. وسی من که مشکلی ندارم، اما بابا بابا هیچی نمیگه، حتی این بهترین فرصته. شاید اگه بابا خدمت تو ببینه دلش باهات نرم بشه. باید تلاش کنی دل پدر شوهرتو به دست بیاری، تو همیشه مراقبش باش، اگرم حرفی زد تو ساکت باش و گوش کن. یه روز بالاخره از این کارش پشیمون میشه. خدا را شکر بعد از این همه سال زندگی مشترک احساس کردی که سرم درد میکنه. چقدر دستان نرم و ضعیفه. خیلی خوبه، خیلی خوبه، تموم درد از بدنم پر کشید و رفت. بابا منم. تو
اینجا چی کار میکنی؟ من براتون دارو این شیر گرم آورده بودم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. جاوید، دیشب خیلی راحت خوابیده بودی. من ساعت 2 شب برگشتم ولی تو داشتی خواب میدیدی. ای خواب کیو میدیدی حالا؟ سرم درد میکرد، قرص خوردم، خوابیده بودم. این خدمتکار کجاست؟ بگو چای بیاره. چای میاد الان. این شر خدمتکارا رو مرخص کرده، میگفت من تمام روز از بیکاری خسته میشم، واسه همین از این به بعد به کارا میرسم. ببین جاوید، الان لطفا دیگه عروسو اذیت نکن. خیلی دختر خوبیه، من خوشحالم، پسرمون خوشحالم، فقط یکی تویی که هنوز قبولش نکردی. صبح بخیر دخترم. وسیم چرا اینقدر زود رفت؟ راستش تو بندر وسایل اومده بود، واسه همین رفت. خانم جون، شما فراموش کردین که 1 هفته تو هر ماه باید بره بندر تا به کارا برسه؟ بابا، الان سردردتون چطوره؟ سردرد؟ آره، بد نیست. ببینم، تو امروز خونه ای یا باید بری جایی؟ خدا رو شکر امروز مراسمی ندارم. چند روزی بود که میخواستم برم آرایشگاه ولی نتونستم برم. یه برنامه همیشه پیش میومد، نمیتونستم برم. زود برمیگردی یا دیر میای؟ اگه برم که هم موهامو درست میکنم، هم پاکسازی صورتمو انجام میدم، مانیکور و پدیکورم شاید انجام بدم. چرا میپرسی با من چی کار داری ها؟ اگه کاری هم داشته باشم، مگه تو برنامه‌تو تغییر میدی؟ فکر کنم هنوز حالت خوب نشدی، وگرنه هیچ وقت این حرفو نزده بودی. معذرت میخوام، معذرت میخوام. من میرم لباستون بیارم. الان لباستون کثیف شده؟ نه، الان میارم. آخی، ببین چقدر دختر خوبیه، درست مثل بچه ها مراقبته. لباستون رو آوردم. مامان گفته بودن که این لباس مورد علاقتونه. میگم من تا دیروز
ازت خوشم نمی اومد. بله. میدونی اگه من قبولت نکنم باید از اینجا بری. اگه تو میخوای که برای همیشه تو توی این خونه به عنوان همسر وسیم بمونی، باید منو هم قبول کنی دختر جون. شما دارین چی میگی؟ دیگه این حرفو ازت نشنوا. سکوت برات بهترین گزینه است. اگه من ازت راضی نباشم باید از اینجا بری. تو باید منو همون طوری که وسیم رو قبول کردی قبول کنی. سکوت برات بهتر گزینه است. اگه من قبولت نکنم باید از اینجا بری. تو که آبروی ما رو بردی و فرار کردی، اما دوباره اینجا بر نگرد، وگرنه بابات و داداشت تو رو در جا می کشن. چی شده ایشل؟ خوب به نظر نمی رسی. نه خیلی هم خوبم. چی شده؟ بابا دعوت کرده؟ نه بابا، چرا من رو دعوا کنی؟ داری حرف دلتو از من پنهون می کنی؟ خب بگو چی شده ایشل؟ جون من بگو چت شده. اون من خیلی احساس بدی دارم که اینو بهت میگم، اما چی؟ اون من فکرشم نمی کردم که بابا به این چش بد نگاه کنی. ایشون امروز تلاش کرد که دست منو بگیره. بگو ببینم خوشگله. دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله. شاید اون از همه خوشگل تر باشه. این عشق عزیز دلم آب نیست که هر وقت تشنه شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه شو داد، به همون قیمتی که تشنه های کربلا پرداخت کردن. وسیم من فکر میکردم که نمیتونیم خونه جدا زندگی کنیم. منظورت چیه؟ من نفهمیدم. منظور من اینه که ما نمیتونیم تو خونه باشیم که اونجا هیچکی نباشه و فقط من و تو باشیم. ایشل، تو این خونه مگه به جز من و تو کی هست؟ بابا که تو دنیای خودش غرقه و مامانم که همیشه بیرونه. من تو این خونه به دنیا اومدم، از هر جای اینجا خاطره دارم. بابا راجبت چی فکر میکنه؟ این که پسرشو ازش دور میکنی، برای همینم جای نمیریم و همینجا میمونیم.
آره خدا مهربونه. میبینم. باشه خدافظ. جالبه. این چاییه که تو دم میکنی خوردنش یه لذت عجیبی داره. وسیمم که امروز رفت، امروزم به حرفت گوش نکرد. صبحونه رو که حتما براش درست کردی؟ بله. بیار چای رو، بیار بیار چای رو بده. بیار عزیزم. توش یه ذره شکرم بریز. تو چرا ازم میترسی؟ من که آدم خوار نیستم. بیا 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 بشین اینجا، بیا بشین کنارم، بشین. بابا لطفا. چند بار بهت گفتم که دیگه به من بابا نگو. من بهت گفته بودم برای اینکه تو این خونه قبولت کنم فقط یک گزینه هست، اونم ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. وسیم؟ بله بابا. در این جایی میریم؟ آره بهتون گفته بودم واسه یه هفته میریم اسلام آباد. اونجا یه جلسه‌ای دارم، اونم برگزار میکنم و... و چی؟ به این که فکر کردم ایشل بدون من تو خونه دلتنگ میشه، واسه همین اونم میبرم. هم به جلسه کاریم میرسم، هم ماه عسلمون میشه. ببین وسیم، من تموم عمرم تجارت رو طبق اصول تجارت پیش بردم، واسه همین ماه عسل تو بذار برای یه وقت دیگه. بابا مشکلی پیش نمیاد، اون یه هفته ایشل خونه دوستش میمونه، قول میدم که واسه یه جلسه مشکلی پیش نیاد. حرفای الکی نزن. من زندگیمو طبق اصولم پیش بردم. این درسته که من بازنشسته شدم ولی قوانین کار و تجارت رو فراموش نکردم. این ممکن نیست که بتونی کسب و کار و عشق و عاشقی رو همزمان با هم داشته باشی. باشه بابا، هرچی شما بگی. ببینی شل، فقط حرف یه هفته است. من زود میرم جلسه رو برگزار میکنم و برمیگردم. تا اون موقع تو هم منتظرم باش. باور کن بابا هم اصلا نمیذاره خستشی. اون انقدر قصه و داستان داره تعریف کنه که تو اصلا فرصت نکنی یاد من بیفتی. خب من دیگه میرم. مواظب خودت باش.
برای اون کار اجتماعی که میرین میشه منم با هاتون بیام تو انجامنتون عضو شم؟ دخترم ما که گیر افتادیم، ولی نمیذارم تو گیر بیافتی. مامان من از خونه نشستم خسته شدم، لطفا منو با خودتون ببری. دخترم اگه وسیم بفهمه که من تو رو قاطی این کارا کردم اون خیلی ناراحت میشه. وسیم اون اوایل با این کارا و فعالیتم مخالف بود، اما من چی کار میکردم؟ پدر شوهرت اکثر وقت خارج از کشور بود و من برای پر کردن وقتم باید یه کاری میکردم، مگه نه؟ خب مامان وسیمم درست مثل باباش کار میکنه، من تنهایی چی کار کنم؟ عزیزم اون که هفته یه بعد داره میاد، اون نمیتونه خیلی از خونه دور بمونه، من اونو خوب میشناسم. حالا تو عضو این خانوادی و این سفر دور از تو برای اون خیلی سخت‌تر میگذره. الو؟ بله عزیزم، میام. ای بابا اومدم دیگه، دم درم اومدم، همین الان اومدم. وقتی کسی یه زن خوشگل مثل تو داشته باشه، به جای کار و بار همش به فکر زنشه. بدون تو روزا خیلی سخت میگذره. نیازی نیست الکی چرب زبونی کنی. دارم راست میگم عزیزم، بدون تو به هیچ چی فکر نمی کنم، اما شریکم داره معطل میکنه. وسیم من خیلی میترسم. از چی؟ تو این خونه مارمولک خیلی زیاده، من خیلی میترسم. نیازی نیست بترسی، کافیه به بابا بگی تا بیرونشون کنه. چه اجازه ای؟ شاید 3-4 روز بیشتر بمونم، چون هنوز قراردادا رو امضا نکردیم. بعدشم تو رو محض رضای خود هرچی ازم میخوای بخوام این کارو نکن، لطفا فردا برگرد. من دیگه نمیتونم تحمل کنم وسیم. الان چه وقت خاموش شدن بود؟ آبروی من رو که جلوی همه بردی. منم دنی کارو نکردم فیدا. واقعا؟ پس کی گفت که تو این کارو بکنی؟ قلبم از اینکه تو رو از دست بدم ترسیدم. عشق من نمیذاره که تو مال کسی بشی. من اینجور عشقی نمیخوام که پدر و مادرمو به خاطر من بیا برو کنه. خیلی داره تلاش میکنه، ولی ببینم تا کی میتونه اینجوری پیش بره. من یه روزی بهت ثابت میکنم پسرم که دختر فراری قابل اعتماد و پاک و معصوم نیست. مارمولک! چی شده؟ مارمولک! اونجا مارمولکه! مارمولک؟ ببینم اون کجاست؟ اینجا که نیست. من خودم دیدم که اینجا مارمولک بود. شاید بوده ولی الان نیست. دنبال چی میگردی؟ گوشی؟ تا وقتی وسیم برگرده این گوشی تو پیش من میمونه، و اگه خواستی جلوی تبسم دهن تو واکنی، اینو به یاد داشته باش که اون خودش از موهات میگیرت، تو از این خونه پرتت میکنه بیرون. نه نه من به هیچ کی چیزی نمیگم، اما لطفا گوشیمو بدین. حالا چرا اینقدر دور بایستادی؟ انگار من میخوام تو رو بخورم. بیا نزدیک. خب بیا گوشی تو بگیر، بیا. گله و شکایت با نزدیک اومدن دور میشه، اینجور با فاصله وایستادن از بین نمیره. لطفا دستم رو ول کنی، دستم درد گرفت. لطفا کافیه، بذار این فاصله دیگه از بین بره. به من نمیتونین زورگویی کنیم. تا وقتی تو اینجوری
بخوای مثلا از من خودتو دور نگه داری، بالاخره یه روز چهره واقعیتو نشون میدی و گیر میافتی. از خونه فرار میکنی و پسر منو به دام میندازی، پس هر کاری ازت بر میاد. من هر حرفتونو قبول میکنم، اما اینجوری نه. پس چجوری؟ اینجوری به زور نه. باشه، به زور کاری نمی کنم، ولت کردم. تا فردا به این فرصت بدی. حتما یه زرنگ بازی در میاری. نه، من به هیچ کس چیزی نمیگم. پس چرا زمان میخوای؟ من خودمو خیلی خوب آماده میکنم، براتون غذای خوشمزه درست میکنم، با هم غذا بخوریم بعدش. آها آها، فهمیدم. باشه. این حالا چه نیازی بهش هست که بخوای به وسیم زنگ بزنی؟ مگه فردا نمیخوای براش غذا درست کنی؟ امروز مثل فرشته ها شدی. او این همه غذا، من باورم نمیشه که تو این همه غذا درست کنی. چه نیازی به این همه زحمت بود برای من؟ بهتون گفته بودم نه، هر کاری کنم از ته دلمه. پس این یعنی از امروز دل تو مال من شده نه؟ کاملا. ببینین چقدر غذاهای خوشمزه‌ای براتون درست کردم تا که هر دومون کنار هم بخوریم. راستش من نمیدونستم اینقدر رمانتیک هستی. نه خیر، میدونستین، واسه همین منو ول نکردی؟ ببخش عزیزم، من تو رو اشتباه درک میکردم، ولی تو خیلی خوبی. عزیزم؟ به خاله هیچ وقت عزیزم گفتین؟ اینا رو بیخیال، شما زود غذاتون رو بخورید، من نمیخوام که شما رو از غذا خوردن بندازم. به من میگی زود غذا تو بخور و تو خودت اینقدر ملایم رفتار میکنی؟ رفتار ملایم منم میبینی؟ به به، چقدر دست بختت خوشمزه است. چقدر جالبه نه؟ آدم با چشیدن طعم غذا یادش میره که یه روزی باید طعم مرگم بچشه. حالا با داشتن یه همچین زندگی چرا حرف از مرگ میزنی؟ اگه در طی همین حرفا مرگ به سراغتون بیاد چی؟ این چه حرفیه میزنی جونم؟ ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. چی شد؟ نفسم داره بند میاد. نفستون داره تنگ میشه نه؟ واسه چند لحظه ای دیگه اذیت میشید، بعدش قلبتونم از تپش وای میسه. چی ریختی تو قضا؟ زهر.
جهنم کرده بودی. واسه خلاص شدن از این نگاه هیزتون همه یه راهو داشتم، بکشم یا بمیرم. مامان بزرگم میگفت. بعدش چی بشه عزیزم؟ رانی فرار کرد و اومد تو رو تو آغوشمون گذاشت. رانیو کسی نجات نداد؟ آبرو به یه تار مو بنده، وقتی به خطر بیفته باید هر کاری واسه نجاتش کرد. یعنی چی؟ آدمای نجیب حتی جونشونم برای نجابتشون میدن. تو چی کار کردی؟ تو زندگی با ازم گرفتی؟ تو پسرم ازم دستیدی؟ خدا لعنتت کنم. ایشل، عزارو تو درست کرده بودی ایشل؟ یعنی تو مارمولک رو ندیدی؟ وقتای دیگه که اونا رو دیوار میدیدی جیغ میکشیدی. باشه، ناراحت نشو، خدا بهت زندگی جدید بخشیده. زندگی جدید تو تبریک میگم. دی دی تی وی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.